از حالا قول خیلی 40 هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر 40 با هم بریم. انشالله انشالله. یعنی چه فکر سفری؟ میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه الهیام دیگه، که الهیام قشنگ 40 توپ یه الهیام. 40 شیطون بلا بریم و کیف کنیم. جنجال امام صادقی های صدا و سیمای جمهوری اسلامی گویی تمامی ندارد، از افشاگری های وحید یامین پور تا حاشیه های سید بشیر حسینی. اعتیاد در کمین کودک و نوجوان، هنرمند و فرهیخته، مرد و زن با سواد و انتشار پوستر برنامه ای تحت عنوان ترک گناه در 40 روز در هفته نخست آذر ماه توجه رسانه ها و مردم را در فضای مجازی به خود جلب کرد. تصویر وحید یامین پور، سید بشیر حسینی در کنار روحانی جوانی به نام حجت الاسلام دریایی با ادعای ترک گناه در 40 روز مشابه فعالیت مراکز ترک اعتیاد در کانون فرهنگی وارث مورد توجه قرار گرفت. انگار که حاجتتون پشت در خونتونه، یعنی با این تلقین بیایید، یه مطمئن باشیم به بابت، خیلی باید مطمئن باشید. امیر حسین دریایی، روحانی جوانی که مدیر کانون تبلیغی وارث است، از جمله اشخاصی است که طی سالهای اخیر با حضور در برنامه‌های مختلف صدا و سیما شناخته شده است. لحن خودمانی او سبب شده وی در پروژه روحانیت جوان پسند در صدا و سیما مطرح شود. در صفحه مجازی این روحانی مقالاتی با موضوع جواب دادن به موبایل هنگام نماز، صیغه قبل از عقد، آرایش در اسلام و از این دست دیده می شوند که نشان از خط فکری او دارد. سید بشیر خیلی هیجان زده میشه، دهنش کامل بازه. بشیر حسینی هم برای جامعه از داوری برنامه عصر جدید احسان علی خانی شناخته شد، چهره‌ای که به عنوان کارشناس حوزه رسانه مطرح بود. حسینی متولد 1360 اصفهان است. او فارغ التحصیل، فوق لیسانس رشته حقوق و دکترای رشته فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق است. حسینی از دوستان علی فروغی مدیر جنجالی شبکه سه است که حسب برنامه 90 او را بدل به تیتر رسانه ها کرد. بشیر حسینی در عصر جدید هم بی جنجال نبود. شوخی های احسان علی خانی و سایر داوران با ظاهر او که روز به روز بیشتر از مدل اسلامی انقلابی به پوششی جوان پسند تغییر می کرد، بارها دستمایه شوخی های مجری و سایر داورها با او شد. حساب اونها رو که از داخل پیام هایی می فرستند که اونها رو دچار خطای محاسباتی می کنن رو بعدن خواهیم رسید. حالا ما حواسمون هست که حواسمون پرت نمیشه، فعلا همدلی، همگرایی. وحید یامین پور هم همانند حسینی از حلقه دانشگاه امام صادقی ها به تلویزیون راه یافت و با حضور در برنامه های پس از وقایع انتخابات سال 1388 و حمله به منتقدان دولت و حکومت چهره جنجالی شد. یامین پور متولد 1359 در دسفول است و فارغ التحصیل دکترای رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق است. او که با چهره‌های مهم سیاسی ایران گفتگو کرده، از افراد نزدیک به جریان جبهه پایداری بود. یامین پور در برنامه خود تندترین حملات را به اصلاح طلبان کرد و دقیقاً با الگوی روزنامه کیهان برای تک تک این چهره‌ها پرونده سازی می‌کرد. اما حواشی یامین پور زمانی اوج گرفت که از طرف پایداری‌ها به عنوان نماینده به شورای اصولگرایان معرفی شد، اما نامش در فهرست نهایی اصولگرایان قرار نگرفت و متعاقب آن دست به افشاگری زد. حالا جمع شدن این چهره‌ها در یک قاب
و در قالب کلینیک ترک گناه سوژه طنز و انتقادی شده که می‌خواهد بداند چگونه افرادی با این حاشیه می‌توانند نسخه ترک گناه 40 روزه برای مردم بنویسند. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.